تحلیلگر معروف شیبا اینو و دوج کوین برای رشد بیت کوین و اتریوم باید از بازار خارج شوند. پایان کار شیبا، آیا شیبا کلاً سقوط خواهد کرد یا نه؟ با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به شیبا اینو رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و هر سوالی هم دارید در کامنت ها بپرسید. تحلیلگر معروف شیبا اینو و دوج کوین برای رشد بیت کوین و اتریوم باید از بازار خارج شوند. مایک، استراتژیست ارشد کالا، ادعا می کند که بازار باید از کوین های سگ پاک شود تا بیت کوین، اتریوم و همچنین کوین های وابسته به دلار بتوانند به تغییر سیستم مالی جهان ادامه بدهند. مک دیدگاه بسیار منفی نسبت به دوج کوین و شیبا اینو دارد و بیان می کند که این ارزهای دیجیتال نمونه های برجسته ای از پوچی بازار هستند. کوین های سگ نمونه های بارزی از زیاده روی های در این فضا بودند و هر چه زودتر بازار از این حماقت پاک شود، احتمال بیشتری وجود دارد که سه تفنگدار بیت کوین، اتر و کوین ها دگرگونی سیستم مالی جهان را از سر بگیرند. شیبا اینو و دوج کوین پس از ثبت بازدهی بسیار زیاد در سال 2021 یعنی 1400 و مجذوب شدن جامعه سرمایه گذاری به ترتیب 79.7% نسبت به بالاترین رکورد خود کاهش یافتند. هر دوی آنها در دو روز گذشته همراه با بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال هستی ضرر دو رقمی را ثبت کردند. پس پایان یافتن شور و شوق سود، کوین‌های میم با وجود پذیرش رو به رشد، معامله‌گران در تلاش برای احیای حرکت سودی هستند. هم شیبا اینو و هم دوج کوین امسال توسط زنجیره سینمای AMC پذیرفته می‌شوند. شرکت سازنده خودروهای الکترونیکی تسلا اکنون اجازه استفاده از دوج کوین را برای خرید برخی کالاها می‌دهد، در حالی که بسیاری به نادیده گرفتن ادامه می‌دهند. ایلان ماسک و مارک، طرفداران میلیاردر میم کوین، معتقدند که دوج می‌تواند به عنوان یک وسیله پرداخت قابل اجرا عمل کند. در همین حال شیبا اینو همچنان شاهد پیشرفت‌های جدید در اکوسیستم خود است. یک نسخه بتا از سازمان غیر متمرکز خود مختار ماه گذشته راه اندازی شد. حالا شیبا با ارزش بازار او 10 میلیارد دلار در رتبه 16 بازار قرار داشته و سهم 62% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیبا اینو در این لحظه با قیمت 0.4019 دلار با احتساب نرخ تتر 28535 تومان نزدیکای 1 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن 1.5 میلیارد دلار است. عزیزان توجه کنید، این حجم مبادلات به دلیل اینکه نفعاً افزایش خیلی چشمگیری هم داشته، حدوداً 1 میلیارد دلار افزایش داشته نسبت به دیروز که به دلیل پایین اومدن شیبا هستش و افراد زیادی رو آوردن به خرید. قیمت در 24 ساعت اخیر حدوداً 8% کاهش یافته است. بالاترین قیمت شیبا اینو در تاریخ 6 شبان 1400 اوندل 0408 دلار بودی که همینک 78% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش شیبا اینو 549 تریلیون و تعداد کل واحدهای آن 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن شیبا اینو معامله می‌شود صرافی بایننس با سهم 17% از حجم معاملات روزانه است. اما تغییرات یک ساعته، یک روزه، 7 روزه، 14 روزه و 30 روزه و 60 روزه روند نزولی داشتند، ولی تغییرات 6 ماهه، 1 ساله روند سودی داشتند. مطمئناً تغییرات یک ساعته، یک روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه و 60 روزه که روند نزولی داشتند در آینده به روند سودی تبدیل خواهند شد. اما سقوط بیت کوین به زیر 36000 دلار پس از 25 هفته بامداد امروز، قیمت بیت کوین پس از 25 هفته به زیر 36000 دلار سقوط کرد و در پایین‌ترین سطح به محدوده 35000 دلار رسید. آخرین بار که چنین قیمتی در بازار دیده شده بود، 4 مرداد باز می‌گردد. گفتنی است که در حال حاضر قیمت تا حدودی بازیابی شده و به نزدیکی 36000 دلار رسیده است. امکان قرار دادن تصویر NFT ها در پروفایل به توییتر اضافه شد. شبکه اجتماعی توییتر بار دیگر در رقابت برای تبدیل شدن به شرکت پیشرو در حوزه وب 3 پیشدستی کرده است. این پلتفرم ویژگی جدیدی به شبکه اجتماعی خود اضافه کرده است تا کاربران بتوانند از تصاویر NFT های خود به عنوان پروفایل استفاده کنند. گفتنی است که قابلیت جدید فعلا تنها در توییتر بلو، نسخه اشتراکی و پولی توییتر در دسترس قرار گرفته است. با این حال علاقمندان ارزهای دیجیتال از جمله ایلان ماسک پس از این خبر ابراز نگرانی کردند که توییتر در زمینه جلوگیری از کلاهبرداری و پیشگیری از بکارگیری NFT های سرقت شده اقدامات لازم را انجام نمی‌دهد. بلغارستان گزینه‌های پرداخت با ارز دیجیتال را بررسی می‌کند. وزیر دارایی بلغارستان اعلام کرد کشورش مشغول بررسی گزینه‌های برای ایجاد کار پرداخت با ارزهای دیجیتال است. وزیر دارایی افزود دولت رایزنی‌ها را با بانک مرکزی و برخی صنایع مرتبط با این حوزه شروع کرده است تا گزینه‌های موجود را در کوتاه مدت و میان مدت بررسی کند. وی افزود احتمال نمی‌رود بلغارستان محل تجمع ماینرهای ارزهای دیجیتال تبدیل شود. این کشور یکی از بزرگترین هولدرهای بیت کوین در جهان به شمار می‌رود. بلغارستان
213,000 بیت کوین را در سال 2017 از باندهای تبهکاری مصادره کرد. ارزش این تعداد بیت کوین همینک بیش از 8 میلیارد دلار است. متاماسک در معرض حمله های هکری قرار دارد. یک تحلیلگر امور امنیتی میگوید کیف های متاماسک دارای یک ضعف امنیتی جدی هستند. این فرد خاطر نشان کرد هکرها با ایدراپ توکن های غیر مثلی به کیف هوله متاماسک می توانند آی پی کاربران را به دست بیاورند و با استفاده از این اطلاعات حمله هکری را ترتیب دهند. دانیل بنیانگذار متاماسک با تایید این ضعف امنیتی گفت این مسئله از مدت ها پیش وجود داشته و عده بسیاری از آن آگاه بودند. همچنین ادامه داد تلاش برای رفع این معضل از همین الان آغاز می شود. آیا پایان شیبا است و شیبا دیگه زیر 0.419 سقوط خواهد کرد یا نه؟ متاسفانه دیروز سقوط شدید بیت کوین رو مواجه شدیم که به دلیل اینکه شیبا داره به نوعی از بیت کوین پیروی میکنه، همین روندهای نزولی بیت کوین داره روی روند شیبا هم تاثیر میذاره و تاثیر رو همچنان داریم میبینیم که بیت کوین داره روند نزولی رو ادامه میده و شیبا هم داره از اون پیروی میکنه و دوج کوین هم همینجوری هستش و احتمال این وجود داره که بیت کوین وقتی دوباره به بالای 40,000 دلار برگرده به احتمال خیلی زیاد شیبا هم دوباره روند سودی خودش رو آغاز کنه. پس نگران این نباشید که واقعا دیگه سرمایه شما به باد رفتی نیستش، یکم باید منتظر بمونید و صبر کنید. خواهشن دست نگه دارید چون بعضی افراد هستن تعداد خیلی زیادی شیبا در بازار قیمتی 0.429 یا حتی 30 یا حتی بالاتر خریدن و همین که داره میاد پایین فوری میرن میفروشن، با اینکه ضرر میکنن میگن کل سرمون اگه به فروش نرسونیم به باد میری. اینجوری نیست، توجه داشته باشید. ارزهای دیجیتال روندهای نزولی دارن، روندهای سودی دارن، باید صبر کنید که روند سودی دوباره آغاز بشه و همچنین حالا بهترین زمان برای خرید شیبا است چون در کف قیمتی قرار داره و افرادی که فاند و شیبا هم به دلیل اینکه تیم توسعه دهندش میخواد دوباره روند سودی خودش رو آغاز کنه، به همین دلیل نهنگام دوباره واقعا تعداد خیلی زیادی احتمال این وجود داره که تعداد خیلی زیادی شیبا بخرن در این بازه قیمتی که افراد زیادی هم هستن در این بازه قیمتی خیلی شیبا میخرن و امیدوارن که دوباره روند سودی بشه و اگه قصد خرید دارید همتون میتونید اقدام کنید چون واقعا در بازه قیمتی خیلی خوبی وجود داره و شما میتونید اقدام کنید و وقتی پام و انفجار شیبا شروع شد اون موقع سوداتون رو چند برابر کنید. این تحلیلگر که گفته بود باید شیبا و دوج کوین کلا نابود بشن تا اتریوم و بیت کوین بتونن دوباره روندهای سودی خودشون رو آغاز کنن، واقعا این رو بهتون بگیم ایلان ماسک و افراد معروف از دوج کوین و حتی شیبا اینو هم حمایت کردن که شیبا اینو و دوج میتونن برای پرداخت استفاده بشن. این نیستش که شیبا کلا داره نابود میشه، اینجوری نیستش و داره از بین میره تا بیت کوین و اتریوم بتونن روندهای سودی خودشون رو آغاز کنن، اینجوری نیست. چون اگه شما مشاهده کنید تقریبا چند ساعت پیش بیت کوین چند ساعت قبل به زیر 36,000 دلار سقوط کرد و حالا دوباره داره 36,000 دلار رو رد میکنه. باید منتظر بمونیم ببینیم که برای بیت کوین چه اتفاقی میفته و شیبا و حتی دوج کوین هم دارن به نوعی از بیت کوین پیروی میکنن و بعضی از ارزهای دیجیتال همینجوری هستن، وقتی بیت کوین روند سودی به خود میگیره اون ارزها دوباره روند سودی خودشون رو آغاز میکنن. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و سوالی هم دارید در کامنت ها بپرسید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.